دوستان و بینندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه. امشب ما به اینجا آمدیم تا گزارشی تهیه بکنیم برای شما از پشت صحنه و تمرینات نمایش سیزیف و مرگ به کارگردانی جناب آقای نعیم جبلی. من الان این افتخار رو دارم که در کنار ایشون باشم و گزارشی برای شما در رابطه با نمایشی که در پیش رو دارن تهیه بکنم. جناب آقای جبلی سلام، وقتتون بخیر. امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه، خسته نباشید. در مورد نمایش برای ما توضیحاتی بفرمایید. سلام، خیلی ممنون از محبت شما. نمایشنامه سیزیف و مرگ نوشته روبر مل، نویسنده فرانسوی است که قراره ما این کار رو در تاریخ 10 تا 12 می به روی صحنه ببریم در تئاتر آلومنای تیتر در تورنتو. خب وضعیت استقبال از این تئاتر تا به اینجا تا این شب چطور بوده؟ تا الان خوب بوده، ولی خب اصولاً تماشاگرای تئاتر یه مقداری تا لحظه آخر مشخص نمیشه، ولی خب امیدوارم که دوستان و تئاتر دوستان استقبال کنن. آنچه که به یاد داریم از کارهای شما در سال گذشته نمایش هنر بود که با استقبال بسیاری روبرو شد و حقیقتاً هم کار درخشانی بود، کار فرهنگی بود، کار اصیلی بود، بازی‌ها درخشان، کارگردانی درخشان. در مورد این گروهی که این دفعه امسال جمع کردید و قرار باشون کار بکنید بفرمایید. خیلی ممنون از محبت شما. ما عموما یه تیم ثابتی داشتیم که از کار هنر سعی کردیم که بدنه کار رو حفظ بکنیم، ولی خب تعداد بازیگرانی که در این کار بودن بیشتر بود، قاعدتا بایستی از دوستان دیگری دعوت به همکاری میکردیم. متاسفانه یاشای خضویی عزیز به دلیل مشکلات کاری خودش نتونست ما رو همراهی بکنه و من مجبور شدم که خودم نقش یاشا رو بازی بکنم و بهرنگ رهبری محسن احمدی عزیز، اویان سلحشور و گلشاد مرادی به ما اضافه شدن که برای این کار دور هم جمع شدیم تا این کار تمرین بکنیم و به اجرا برسونیم. نقشتون در این نمایش بفرمایید. من نقش یک خبرنگار رو دارم توی تئاتر سیزیف و مرگ که توی تمام جریاناتی که داره روی صحنه اتفاق میفته سعی میکنه به طور محسوس یا نامحسوس یه دخالتی داشته باشه. نقش جالبیه به طور کل. اولین تجربه کاریتون با آقای جبلی هست؟ بله، اولی. چطور این تجربه؟ خیلی خیلی لذت بخشه. با کار کردن با آقای جبلی فکر میکنم از این نظر برای من حداقل خیلی با ارزشه. اینه که اولین کار حرفه‌ای منه و دومن ایشون انقدر روی متن تسلط داره و روی کار تسلط داره که تو هر لحظه خیالت راحته که مثلا اون فیدبک کافی رو که بعد بگیری، اون دایرکشن درستی رو که بعد داشته باشی از کارگردانت داری و خیلی ساپورتیو و خیلی همیشه اکتیو روی صحنه حضور داره و من اینو خیلی دوست دارم. و شما حتما البته این لیاقت رو دارید و در این حال خیلی خوششانس هستید که اولین کار حرفه‌ایتون رو با یک کارگردان صاحب سبک و حرفه‌ای آغاز میکنید. آقا جان، فرمای چند سرکار عالی، همش باد حواس. هیچ کدوم از این مزخرفاتی که گفتی نمیتونه عذر موجهی برای این سرکشی که کردی باشه اونو رد کنه. در عرض اون یک ماهی که از اومدن من به اونجا میگذره، یعنی از اون تاریخی که سرکار با نیرنگ حق بازی منو به معنای وسیع کلمه ناتوان کردی و دستمو تو حنا گذاشتی، آنچنان آشوب و ولولی در همه جای دنیا رخ داده که در طول تاریخ سابقه نداشته. روی همه جای زمین و روی همه دریاها مسئله وحشتناکی پیش اومده که مو به تن آدم سیخ میکنه و اون اینه که میراها دیگه نمیرن. نمایش زیبای هنر رو با بازی درخشان شما سال گذشته در تورنتو روی دیدیم. خیلی خوشحالیم که مجددا شما رو در یک نمایش دیگه میبینیم. در مورد حال و هوای نقشتون و این نمایش بفرمایید.
خیلی ممنون از شما، خوشحالم که شما و مخاطبان از نمایش هنر راضی بودن و ما فیدبک هایی که گرفتیم از این ماجرا واقعا همین را نشون میداد. در مورد این کار، شخصیتی که من دارم توی این نمایش بازی میکنم شخصیت مرگ هست. خیلی سعی کردم توی این کار یک شخصیت شیرین و جذابی از این کاراکتر به وجود بیارم، در واقع مرگ رو خیلی جذاب و بامزه سعی کردم درش بیارم. البته راهنمایی های آقای جبلی واقعا کمک کرد من و ما بحث ها و تمرین های زیادی که با هم داشتیم تونستیم به یک توافق برسیم و سعی کنیم به در واقع به این شخصیت نزدیک بشیم. خب شخصیت کاملا سورئاله و ما مجبوریم که یک شمای کلی رو توی ذهنمون ایجاد بکنیم و برای مخاطب ارائهش بدیم. تمرین ها خیلی خوب داره جلو میره و فکر میکنم که مخاطبان هم از این کار به اندازه هنر شاید بیشتر لذت خواهند برد. چرا نتونه ادامه داشته باشه؟ من افتخار میکنم که کاری کردم که تمام جنایتکارای روی زمین بیکار شدن. تو خودت الان داشتی میگفتی که زهر سمیتش رو از دست داده و دشنه ها دیگه نمیتونن شکم خلق الله رو سفره کنن. تو گفتی که آدم ها خودشون رو همشأن خدا ها میدونن. نه، این حرف درست نیست، چون تا الان خدا ها به دلخواه خودشون از روی تفریح یا انتقام دیگران رو میکشتن، اما آدم ها مثل خدا ها. از نقش خودتون و حال هوای نمایش بفرمایید. نمایشنامه سیزیف و مرگ در یک فضای سورئال اتفاق میفته که سیزیف یک مهمان خانه‌دار هست که با ترفندی قلم طلای مرگ رو می‌دزده و از اون به بعد تمام نظم دنیا به هم می‌ریزه. بنابراین تمامی خدایان دست به دست هم میدن که بتونن با هر ترفند و نیرنگی که شده این قلم رو پس بگیرن. در واقع نمایشنامه سیزیف و مرگ به مسائل روز دنیا از جمله مرگ، جنگ، قتل و گناه می‌پردازه. چقدر با جناب آقای جبلی آشنایی داشتین پیش از وارد شدن به این کار و اینکه سابق بر این با ایشون سابقه همکاری داشتید یا خیر؟ این دفعه اولی است که من افتخار همکاری با آقای جبلی رو دارم. تقریبا از 2 یا 3 سال پیش من با آقای جبلی آشنا شدم و کارهایی رو ازشون دیدیم و در تورنتو که نهایتا این افتخار نصیب بنده شد که بتونم باشون همکاری کنم. زئوس کبیر با بی‌رحمی تمام این کارو نکرد، بلکه تمام عواقب رو از زبان مرگ و همینطور آرس به گوش تو رسونده، اما تو نخواستی و یا شایدم نتونستی بشنوی و من دوباره به تو هشدار میدم. هشدار میدی که چی؟ که توبه کنی. چی؟ که توبه کنی، که مجازاتت کم بشه، که شاید مورد بخشش که نه، بلکه مورد تخفیف قرار بگیریم. حقیقتا ما با امروز فکر می‌کنم نزدیک 19 روز هستش که در واقع داریم تمرین این کار تئاتر رو می‌کنیم و حالا هوای خیلی خوبی داره. خب بچه‌ها واقعا دارن زحمت می‌کشن و اتفاق خوبی که توی کار افتاده اینه که کارگردان کار به شدت در واقع آشنایی با تک تک کاراکترها دارن و خب کاملا میدونن که از بچه ها چی میخوان و هر کس رو جای درست در واقع دارن راه نمایی میکنن. در واقع در این کار سیزیف و مرگ، من نقش یک خانم سیاستمدار رو دارم که خدای مرگ و خدای جنگ آرس توی این اجرا میان که قلم رو از سیزیف در واقع بگیرن و خب ناتوانن و یک خانم سیاستمداری وارد این اجرا میشه که این کاراکتری که من نقشش رو بازی میکنم خود نعیم در واقع توی کار اضافه کرده، توی نمایشنامه نیستش و این خانوم میتونه این قلم رو در انتها پس بگیره و دوباره نظام دنیا رو به حالت اول در بیاره. زئوس کبیر این مورد رو هم پیشبینی کرده، اگه تو بازم بخوای تمرد کنی مجازات وحشتناکی در انتظارته. در اون صورت من تو رو کشون کشون میبرمت به جهنم و تو به این مجازات سخت بکن میشه که تا ابد هر روز صخره عظیمی رو از قله کوهی بالا ببری و درست در اون لحظه که فکر میکنی به قله کوه رسیدی صخره به شکل مقاومت ناپذیری از اون بالا قل بخوره بیاد پایین و دوباره روز از نو، روزی از نو. ترجمه که آقای شاملو کردن ترجمه بسیار بسیار خوبیه که برای بیشتر مردم کوچه و بازاره.
و خیلی ملموستر از ملموستر برای همه ایرانی هاست. نمایشنامه‌ای هم که در اصل نوشته شده من شخصا تغییرش دادم، یعنی از 50% به لحاظ محتواییش حفظش کردم و یک جایی به بعد رو دوباره بازنویسی و دراماتورژی کردم. این یک 50% با نوشته متن اصلی تفاوت میکنه و همینطور چون زبان خیلی زبان پویاییه، به هر حال زبان فارسی در حال تغییر کردنه، قاعدتا کلماتی و یا واژه هایی رو که استاد شاملو ازش استفاده کرده بودن شاید یه جاهایی ما مجبور شدیم که عوضش بکنیم به دلیل همین پویایی زبان، و دست خودم و بقیه بازیگران رو هم باز گذاشتم که از لغات و واژه های استفاده بکنن که بیشتر در زبانشون میچرخه. حقیقتا من با آقای نعیم جبلی در واقع فکر میکنم حدود 1.5 سال پیش بود که سر یه کار سینمایی با هم دیگه اولین بار همدیگر رو دیدیم و با هم کار کردیم، ولی خب من از قبل ایشون رو میشناختم، ولی هیچ وقت نشده بود که با هم کار تئاتر بکنیم به دلیل اینکه نعیم جان مونترال زندگی میکنن و اولین تجربه من هست که دارم باهاشون به عنوان بازیگر تو کارشون هستم و دارم باهاشون کار میکنم و بسیار تجربه خوبیه. در واقع این کار دومین کاری هست که من با آقای جبلی دارم همکاری میکنم. ما قبلا با هم یعنی سالهای گذشته کار نکردیم و خب این از بدشانسی من بوده، ولی خب اینجا ما همدیگر رو پیدا کردیم و یک تیم بسیار خوب حرفه‌ای و با بازی‌های درخشان رو جمع کردیم. من با هر کارگردانی که در واقع بدون خودش میخواد چی کار بکنه باشون همکاری میکنم. من فقط تصمیم گرفتم که یک مقدار در انتخاب کارهام سختگیرانه تر کار بکنم، ولی خب میگم یه مقدار سختگیری من توی انتخاب کارها یه مقدار بیشتر شد. مرسی، آرزوی موفقیت میکنم براتون در اجراها تمرینی که پیش رو دارید. منم تشکر میکنم از تلویزیون AMG، ممنونم. این نمایشنامه بیشتر انتقاد به سیاست داره و یک ناکجا آبادیه، یعنی اصلا جای خاصی رو مد نظر قرار نمیده و از همه جا یک سمبول و یک نشانه‌ای هست که شما میتونید بهش رجوع بکنید و در نهایت بهش فکر بکنید. کار من فقط به فکر واداشتنه، نه یک چطور میگن آموزش دادن یا یک بیانیه صادر کردن. بله، خیلی متشکرم و در انتهای گزارش حرف آخرتون به بینندگان شبکه AMG. خیلی خیلی ممنونم از محبت شما، امیدوارم که اجرای خوبی بشه. دوستان اگر تشریف آوردن ما رو سفید بشیم. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوار هستم که مثل طابق و مثل همیشه بدرخشید. شبتون خوش. شب شما بخیر، خیلی ممنون از محبت. دوستان و بینندگان عزیز، امیدوار هستیم که از این گزارش لذت برده باشید. فراموش نکنید شبهای 10، 11 و 12 ماه می این نمایش روی صحنه خواهد رفت. اگر تا الان بلیتش رو تهیه نکردید حتما این بلیت رو تهیه بکنید تا از تماشای یک نمایش بسیار جذاب و دیدنی و شنیدنی لذت ببرید. خیلی ممنون که تا پایان این گزارش همراه ما بودید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.